سلام دوستان، در کلیپ هفته خود تصمیم گرفتم که مسجد سلطان احمد در استانبول را برای شما عزیزان و معرفی بگیریم، پس با ما همراه باشید. مسجد سلطان احمد مسجدی است که در شهر استانبول واقع شده است. این شهر که در زمان امپراتوری عثمانی طی سالهای 1453 تا 1923 پایتخت این کشور بوده است، یکی از زیباترین شاهکارهای معماری اسلامی است که به علت وجود کاشی‌های آبی رنگ در طراحی داخلی و مسجد آبی نیز شهرت دارد. این مسجد طی سالهای 1609 تا 1619 به دستور سلطان احمد اول بنا شد و به همین دلیل پس از مرگ وی مسجد را مسجد سلطان احمد نامیدند. وی در همین مسجد دفن شده است. این مسجد در قدیمی ترین بخش استانبول واقع شده که این منطقه در قبل از سالهای 1453 میلادی مرکز قسطنطنیه پایتخت امپراتوری بیزانس محسوب می شده است، تا نشان دهد که معماران عثمانی و مسلمان می توانند رقبای سرسخت برای اجداد مسیحی خود باشند. با این وجود معمار نتوانست قبه های بزرگتر از قبه امارت یا صوفیا بسازد و به همین دلیل تلاش کرده با تنظیم دقیق موقعیت قبه ها شبه قبه ها و منار های جلوه زیبا را پدید آورد. علی رغم تلاش معمار، ابعاد ساختمان کوچکتر از ابعاد امارت ایا صوفیا است که این مسئله سلطان احمد را بسیار خشمگین کرد. بنابراین دو امارت آثار تاریخی و معماری بسیار ارزنده ای هستند که جلوه منحصر به فرد را به این بخش از شهر می دهد. در غرب این مسجد را به نام مسجد کبود می شناسند، چرا که در نقاشی های طرح داخلی از رنگ آبی استفاده زیاد شده است. با این وجود این نقاشی داخل مسجد بخشی از دکور داخلی اصلی نبوده و امروز آن را از دکور داخلی حذف کردند. بنابراین دکور داخلی مسجد دیگر منحصراً آبی رنگ نیست. محمد آقا معمار سلطان احمد دستور داشت تا در ساخت زیباترین و مجللترین مکان عبادت مسلمانان در جهان از هیچ تلاش فروگذار نکند. ساختار اصلی مسجد تقریباً شبیه مکعب است که طول و عرض آن 53 و 51 است. جهتگیری مسجد به گونه ای است که وقت مسلمانان نماز به پا می کنند رو به سمت مکه داشته باشند و محراب در روبرویشان قرار داشته باشد. در واقع در بالای مکعب مجموعه از قبه ها و شبه قبه ها فضا را تسخیر می کنند و به سمت قبه اصلی اوج می گیرند. قبه اصلی 33 متر قطر و 43 متر ارتفاع دارد. جلوه نهایی یک هماهنگی بینایی زیباست که چشم را به سمت انتهای قبه هدایت می کند. مسجد سلطان احمد تنها مسجد ترکیه است که 6 مناره دارد. وقتی تعداد مناره ها اعلام شد، عده ای از سلطان انتقاد کردند و وی را به علت تقلید از 6 مناره مسجد الحرام در مکه سرزنش نمودند. وی با پرداخت مبلغ مناره هفتم مسجد کعبه را ساخت تا این انتقاد ها را آرام کند. دور تا دور صحن مسجد در پایین ترین قسمت توسط 20,000 کاشی سیرامیک دست ساز تزئین شده است. این سیرامیک ها در ازنیک ساخته شده اند. بخش بالایی نقاشی شده است. بیش از 200 پنجره شیشه‌ای نور را به درون صحن اصلی هدایت می کنند و از لوسترهای بزرگ نیز برای نورپردازی مسجد کمک گرفته شده است. در دکوراسیون از آیاتی از قرآن استفاده شده است که بسیاری از آنها به خط سید کاظم غباری نوشتند، بزرگترین خطاط آن زمان بوده است. مهمترین بخش صحن داخلی محراب است که از مرمر با تراش ظریف و کندکاری ساخته شده و دیوارهای کناری آن از جنس سرامیک است. در سمت راست محراب منبر قرار دارد که امام جماعت در زمان خطابه
به هنگام نماز ظهر یا در روز جمعه یا روزهای تعطیل بر روی آن نیستند. طراحی صحنه اصلی به گونه ای است که حتی در زمان شلوغی همه افراد بتوانند امام جماعت را ببینند و سخنانش را بشنوند. هر مناره سه بالکن دارد و تا چند قبل از یک پله مارپیچ باری عبور می کرد تا اذان بگوید. امروزه از یک سیستم بلندگو استفاده می شود و صدای اذان که توسط مساجد همجوار نیز اکو می شود در اغلب مناطق قدیمی شهر به گوش می رسد. عده زیادی از مردم ترک و گردشگران در هنگام غروب در پارک روبروی مسجد جمع می شوند تا صدای اذان مغرب را بشنوند و با غروب به آفتاب نور پردازی زیبای صحن مسجد را تماشا کنند. امیدوارم دوستان عزیز لذت برده باشید. اگر می خواهید از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را بزنید تا از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنید.